سلام به بازار کشاورزی، خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد بیماری های فلفل دلمه ای صحبت کنیم. بیماری های فلفل به این شکل هستش که قارچی که عامل انتقال این بیماری هست رو قسمت حالا نزدیک به دم به صورت لکه های کوچک آب سوخته، به این شکل حالت آب سوخته که اول به حالت سیاه رنگه، به مرور زمان این لکه های کوچک آب سوخته بزرگ میشن و تقریبا تا حدی میوه رو در بر میگیره. قسمت های بزرگ شده حالت نرم و آبکیه که اگر فشار بدی میبینیم که حالت خیلی لهیدگی داره این قسمت هایی که بیماری رو دچار شده، و سطح میوه به مرور زمان به رنگ قهوه‌ای رنگ میره و در نهایت سیاه رنگ میشه. تو شرایط رطوبت 100% باعث ترک خوردن میوه میشه و میسیلیوم های سفید قاش روی سطح فلفل شکل میگیره. آلودگی میوه به این بیماری میتونه از طریق زخمایی که رو سطح میوه ایجاد میشه شدت بگیره. برای کنترل این بیماری باید از عطرهایی استفاده کنیم که عاری از این بیماری باشه. اگر میوه رو میخوایم نگهداری کنیم بعد از برداشت، حتما با تو سردخونه نگهداری بشه و اینکه علف های رو هرز رو سطح زمین حتما باید جمع‌آوری بشه و منهدم بشه. هر چقدر خاک ما از نظر تغذیه قوی تر باشه، تغذیه مناسب تری داشته باشه، نسبت درگیر شدنش به این بیماری کمتر هستش. کنترل حشرات خیلی میتونه توی باز کنترل این بیماری نقش داشته باشه. شخم عمیق زمستانه، یخاب زمستانه و اینکه جلوگیری کنیم از اینکه بوتاهای فلفل ما زخمی بشه باز نقش داره تو کنترل این بیماری، و اینکه فاصله دار کاشتن فلفل ها باز نقش مهمی تو کنترل این بیماری میتونه داشته باشه. یه بیماری دیگه ای که رو سطح فلفل میتونیم ما داشته باشیم، یعنی میتونه بوته فلفل ما رو درگیر کنه، بوته میری فلفل هستش. عامل انتقال این بیماری خاکزی هستش، یعنی داخل خاک وجود داره. میتونه محصولاتی مثل کدو، بادمجان، خربوزه، گوجه فرنگی و حتی هندوانه رو هم درگیر کنه به این بیماری. عامل بیماری همونطور که گفتیم خاکزی هست و بیشتر نزدیک به ریشه، طوقه و قسمت‌هایی از ساقه که به سمت زمین نزدیک هست درگیر میکنه. این بیماری علامش به این شکل هستش که اول یه سری رنگ‌های قهوه‌ای روشن و بعد از اینکه این لکه‌های قهوه‌ای رو سطح فلفل هامون به وجود اومد، به مرور زمان قهوه‌ای تیره میشه و رنگ قهوه‌ای به سیاه رنگ تبدیل میشه. بعد از اینکه این لکه ها سیاه رنگ شد، به طور ناگهانی باعث خشک شدن بوته های فلفل میشه. توی شرایط مرطوب و رطوبتی زیاد این اسپورها که توسط باد جابجا میشن باعث میشن که این قارچ ها به برگ، میوه و شاخه های جوان خسارت وارد کنن. اما تو شرایط خشکی مثل کشور ما یعنی ایران، این بیماری روی ریشه فعالیت داره و موجب پوسیدگی ریشه میشه. خب حالا که آشنا شدیم با این بیماری روی سطح فلفل، برای کنترل این بیماری ما باید تناوب زراعی داشته باشیم، یعنی تناوب زراعی مناسب. یعنی اگر ما فلفل الان کاشتیم، توی سال بعد باید از محصولات دیگه بجز فلفل، بادمجان، حالا کدو، خربوزه، هندونه استفاده کنیم که نسبت به این بیماری مقاومتره و درگیر نمیشه به این بیماری. زمانی که بوته‌های فلفل ما درگیر شدن با این بیماری، به هیچ وجه نباید بذاریم که با سطح خاک نزدیک بشن، یعنی تماس پیدا کنن، و اینکه خاک مزرعه‌مون رو حتما قبل از کاش با برماید ضد عفونی کنیم و این خیلی میتونه به کنترل کشتمون کمک کنه.